شما شاگردان پرتلاش مکتب هادی به برنامه درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس پنجم از فصل سوم کیمیا سنف نهم را در خدمت شما عزیزان هستیم. دو سفر 964 و 255 چهل، 13 نمبر ارتباطی برنامه مکتب هادی می باشد. از این طریق می تانید با ما ارتباط بگیرید. موضوع فصل این فصل در رابطه با تیزاب هاست که اهداف درسی که ما و شما امروز می خواهیم دنبال کنیم عبارت است از معرفی تیزاب ها و مرکبات مهم را که داره امروز ما و شما با چندین مرکب مهم تیزابی آشنا خواهیم شد و در ادامه نامگذاری تیزاب های عضوی را یاد خواهیم گرفت که چه قسمی ما می تیزاب های عضوی را نامگذاری کنیم و در آخر مطلب امروز تیزاب های شهمی را یاد خواهیم گرفت که به چی تیزاب های تیزاب شهمی گفته می شود. با آغاز درس امروز با من همراه باشید. از جمله مرکبات مهم تیزابی که در لابراتوارها بسیار پرکاربرد است، اسیتیک اسید است که کاربرد آن را به صورت تصویر در شکل های زیر شما مشاهده می ظاهری که تعذاب استیک اسید دارد یک ظاهر مایع و کاملا بیرنگ است. فرمول آن قسمی است CH3 یک گروپ میتایل یا CH3 را دارد و یک گروپ کاربوکسیل. که فرمول کیمیایی آن را برای تختسیا باز نوشته میکنیم. کاربردهایی هایی که استیک اسید داره شاگرده خوب دقت کنید در این تصویر برای شما آورده شده است. استیک اسید در تهیه رنگ ها بسیار کاربرد داره و همچنان در صنعت دارویی در داروسازی هم از استیک اسید استفاده می شود. محلل بسیار خوب عضوی می باشد در ساخت محلل های عضوی کاربرد داره و همچنان در ساخت انواع مواد سلولوزی و پلاستیکی هم مورد استفاده قرار می و مصارف دیگه آن در شکل برای شما مشخص شده است پس کاربرد های استیک اسید خوب یاد داشته باشید که در کجاها مورد استفاده قرار می گرد. فرمول کیمیاوی استیک اسید اصیت را بر روی تختسیا نوشته می کنم که بسیار مهم است و شماها باید یاد داشته باشید. خوب دقت کنید شاگردها که فرمول استیک اسید فرمول کیمیایی چه قسمی به دست آمد در ساختار تزابهای های عضوی یا نام دیگهش کاربوکسیلیک اسید ها اگر یادتان باشد در جلسات پیش و در درس های گذشته گروه وظیفوی آنها را برای شما مشخص کردیم گفتیم تزابهای های عضوی دارای گروه وظیفه سی دو رابطه او رابطه او OH اچ هست که از یک طرف به گروپ آر یا الکایل اتصال یافته است به جای گروپ آر هر فرمول یا هر سمبولی که قرار بگیره شاگردها ها مرکب مورد نظر جدیدی را تولید میکنند به عنوان مثال اگر برای اگر به جای گروپ R گروپ CH3 قرار بگیرد در ساختار کاربوکسیلیک اسید ها یا تزابهای های عضوی مرکبی به دست می آید به نام استیک اسید پس فرمول استیک اسید CH3 رابطه COOH هست که فرمول آن بسیار مهم است و باید یاد داشته باشید و اما دومین تضاب مهم نامش بنزویک اسید است که ساختار آن را بر در شکل زیر شما مشاهده میکنید ساختار آن تشکیل شده است از یک حلقه بنزین که یک حلقه شش زلی است که از یک طرف به گروپ کاربوکسیل که سی دو رابطه و رابطه آیچ هست اتصال یافته است که شکل آن را باز برای تختصی سیاه فرمول کیمیاوی آن را نوشته میکنید از جمله کاربردهایی هایی که بنزویک اسید داره همانطور که در شکل مشاهده میکنید برای جلوگیری از فاسد شدن غذاها در کنسروها از آن استفاده میشه و علاوه میکند در بسیاری از کنسرف ها از بنزوی اسید استفاده می شود. چرا؟ چون از رشد و نمو پوپنک جلوگیری می کند. به همین خاطر برای جلوگیری از فاسد شدن مرکب یا تیزاب بنزوی اسید بسیار مهم و پرکاربرد هست. فرمول کیمیایی آن را برای تختصی با هم یک جای نوشته می کنیم. و فرمول کاربولکس... کاربوکسیلیک اسید ها یا تیزاب های اوزوی که فرمول عمومی آن را برای شما در قسمت نشان دادیم دقت کنید اگر به جای گروپ آر یک حلقه بنزین قرار بگیرد ساختار بنزوئیک اسید تشکیل می شود پس ساختار بنزوئیک اسید از یک حلقه شرسلی که به طور یک در میان دارای رابطه ای دوگان هستند. از یک طرف اتصال یافته است به گروپ کاربوکسیل که سی دو رابطه او رابطه او ایچ است. به این گروپ گروپ کاربوکسیل گفته میشه. این مرکب مورد نظر نام آن بنزویک اسید است که از یک حلقه بنزین تشکیل شده است و یک گروپی کاربوکسیل ساختار آن خوب دقت کنید و یاد داشته باشید و آشنا باشید و مرکب تیزاب دیگه که بسیار مهم است کاربوردان مرکبی است به نام اوگزالیک اسید که در در نباتاتی مانند روش یافت می شود. ساختار فرمول آن به صورت زیر برای شما نمایش داده شده است. مشاهده می کنید که اکزالیک اسید از دو گروه کاربوکسیل c دو رابطه و رابطه آیچ تشکیل شده است. که گروپ کاربوکسیل نهایی که می باشد از یک طرف به های هایدروجن اتصال یافته است که مربوط به گروپی OH است. پس اگر در ساختار مشاهده کردین دو گروپ کربوکسیل در کنار همدیگر قرار گرفته است ساختار اوگزالیک اسید می باشد. مرکب دیگه یا تیزاب دیگه ای که کاربوردان برای شما در شکل نشان داده شده است مرکبی است به نام سیتریک اسید که ساختار مولکولی آن را در قسمت شما مشاهده میکنید دارای یک دو و سه گروپی کاربوکسیل می باشد. سیترک اسید در میوجات مانند نارنج، مانند لیمو یافت می شود. پس اگر از شما سوال شد شما به ذهن داشته باشید که از سیترک اسید در نارنج و لیمو پیدا می شود. تیزاب دیگه ای که ما و شما در شیر موجود است و استفاده میکنیم تزابی است به نام لکتیک اسید که فرمول مولکولی آن در این قسمت برای شما نشان داده شده است که دارای یک گروپی کاربوکسیل می باشد در شیر تزاب لکتیک اسید وجود دارد که بسیار مهم است و باید یاد داشته باشید تا به اینجا شما با انواع تضاب های عضوی و مهمترین آنها آشنا شدید و هر کدام از کاربرد های مختلفان و ساختارها و فرمول های کیمیاوی آنها را برای شما نشان دادیم و یاد گرفتید در ادامه می خواهیم ببینیم که چه قسمی می توانیم تزیاب های عضوی را نامگذاری کنیم که بسیار مهم است در ادامه با ما همراه باشید و اما نامگذاری تضاب های عضوی به دو قسم انجام می شود یا بر اساس منبع تولید آنها نامگذاری صورت می گیره یا بر اساس روش آیوپک که معمول ترین روش می باشد. هر کدام از این روش ها را در ادامه برای شما توضیح می دهیم و با هم کار می کنیم. اگر نامگذاری تضاب های عضوی بر اساس منبع تولید آنها باشد به با این صورت است. دو مرکب بسیار مهم که برای شما در قسمت مثال زده شده است بر اساس منبع تولیدشان نامگذاری شده است. مرکب اول مرکب فارمیک اسید است که دارای فرمول مالیکولی زیر می باشد که دارای یک گروپ کاربوکسیل است که به یک اتم هایدروجن اتصال یافته است. تیزاب مورد نظر فارمیک اسید که به آن تیزاب مورچه هم گفته می شود از بخش های قدامی بدن مورچه سرخ تولید می شود. به همین خاطر است که نام آن از کلمه فارمیکا به معنای مورچه گرفته شده است که نامش می شود فارمیک اسید. مرکب دیگر را دقت کنید مرکب استیک اسید می باشد که به با آن تیزاب سرکه هم گفته می شود که در سرکه یافت می شود و نام آن از اول کلمه یونانی استوم گرفته شده است به معنای سرکه به همین خاطر به آن استیک اسید گفته می شود پس به یاد داشته باشید که این دو مرکب فارمیک اسید و استیک اسید بر اساس منبع تولید آنها نامگذاری شده است و نامگذاری به روش آیوپک چه قسمی می باشد؟ چه قسمی ما میتونیم تعذاب های عضوی را به روش آیوپک نامگذاری کنیم؟ برای نامگذاری به بر روش آیوپک به صورت زیر عمل می کنیم. حرف ای در آخر نام هایدروکاربون مورد نظر به پسوند او آی سی تعویز می شود و بعد از او کلمه اسید را بر آن علاوه می کنیم و نام مرکب مورد نظر به روش آیوپک به دست می آید. با توجه به این فرمول می رویم با هم یک سوال در این رابطه کار کنیم. سوال قسمی است. نام مرکبات زیر را به روش آیو پک نوشته کنید. سه معادله یا سه فرمول برای شما داده شده است. این سه معادله را بر روی تخت سیاه با هم یک جای نوشته می و نام آن را به صورت آیو پک با هم کار می کنیم. خب سه مرکب برای شما داده شده است با توجه به اینکه یاد گرفتین که به روش آیوپک چه میتونیم نامگذاری کنیم رو نامگذاری رو انجام میدیم نامگذاری به روش آیوپک برای تضاب های عضوی از چه فرمولی پیروی میکرد؟ از این فرمول که پسوندی ای تبدیل می به پسوند او آی سی که مشخصه تیزاب های عضوی است بعد از او کلمه اسید را به آن علاوه میکدیم پس از این طریق از طریقی فرمول ما میتانیم نام مرکب مورد نظر را برای بشه نوشته کنیم به فرمول اول دقت کنید H رابطه COOH سی او مربوط به تضاب های گروپ وظیفوی مربوط به تضاب های عضوی می باشد. نام هایدروکاربون با یک اتم کاربون چی است؟ نامش میتان هست. آفرین حسن. نام هایدروکاربون با یک اتم کاربون میتان است. نام اون رو نوشته کنید. خب گفته شده که به جای پسوند ای در آخر نام هایدروکاربون ها او آی سی پسوند او را قرار می دهیم پس ما در این قسمت ای را حذف می کنیم به جایش او آی را قرار می دهیم و بعد از او کلمه اسید را بر آن علاوه می کنیم مرکب مورد نظر نامش میشه متانوئیک اسید مرکب دوم را دقت کنید نام هایدروکاربون اون را باید نوشته کنیم نام هیدروکربنی با یک دو سه اتم کاربون میشود پروپان پرو پان, پرو پان. که ای رو می کنیم در آخر نام کاربون مورد نظر به جای شقاال می تیم او آی سی و در آخر هم کلمه ای به آن و می کنیم نام مرکب مورد نظر می شود پروپانوئیک اسید یک تیزابی با سه اتم کربن مرکب آخر را دقت کنید مرکب مورد نظر دارای یک دو اتم کربن است نام هیدروکربنی با دو اتم کربن میشد ایتان خب بجای حرف ای در نام آخر نام هیدروکربن مورد نظر پس من چه قرار میتیم او آی سی او آی سی در آخر هم کلمه اسید رو با آن علاوه میکنیم نام مرکب مورد نظر می شود اتانویک اسید یک تیزاب عضوی با دو اتم کاربون به این صورت با توجه به فرمولی که دارین میتونید فرمول های کیمیاوی مختلف را شما به این صورت به این قسم نامگذاری کنید و کار کنید تا مهارت آن را خوب یاد بگیرید و ما آخر مطلب امروز تیزاب های،, های, شحمی است که می یاد بگیریم تیزاب شحمی به چی گفته می شود اگر تزاب مورد نظر ما دارای چهار اتم کربن یا بیشتر از چهار اتم کربن باشد مرکب مورد نظر را به نام شحمی یاد می یکی از ساده ترین تیزاب های شحمی مرکب است به نام بیوتوریک اسید که فرمول مولکولی آن در قسمت زیر برای شما نشان داده شده است دارای یک گروپی کاربوکسیل می باشد که همچنان در ساختار مورد نظر شما مشاهده می کنید که یک دو سه و چهار تا اتم کاربون در این قسمت قرار گرفته است پس یک نو تیزابی شهمی است. بیوتاریک اسید از کلمه بیوتاریک گرفته شده است به معنای مسکه چرا چون منبع تولید آن مسکه است پس اگر از شما سوال شد تیزاب نام تیزاب شحمی را ببینید که در مسکه یافت می شود شما باید یاد داشته باشید که بیوتاریک اسید از جمله تیزاب های شحمی با چهار اتم کاربن می باشد که در مسکه یافت می شود خب های عزیز درس امروز ما به اتمام رسید ما و شما امروز یاد گرفتیم به صورت جنبندی که تضاب های شهمی چی است گفتیم به مرکباتی گفتن می شود که بیشتر از چهار اتم کربن در ساختار مورد نظر دارد با انواع تضاب های عضوی مهمترین تضاب های عضوی آشنا شدیم کاربرد هر کدام را یاد گرفتیم از جمله استیک اسید که بسیار مهم بود و همچنان با نامگذاری تضاب های عضوی آشنا شدیم که در نامگذاری آنها پسوند او را به جای پسوند ای قرار می دادیم و در آخر هم کلمه اسید را بر آن علاوه می کردیم. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم خداوند یار و نگهدارتان باشد.